سلام شنوندگان عزیز، عنوان این تعلیم هست تشخیص صدای عیسی مسیح. تشخیص صدای عیسی مسیح. آیات کلیدی این تعلیم در انجیل یوحنا فصل 10 آیات 1 تا 18 هستند. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس که نقل قولی از فرمایشات عیسی مسیح هستند چنین می‌خوانیم: هر که نخواهد از در به عاقل گوسفندان داخل شود، بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، یقیناً دزد است. زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد می‌شود، دربان نیز برای شبان در را می گشاید. گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می آیند. شبان نام گوسفندان خود را یک به یک می خواند و آنها را بیرون می برد. او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و گوسفندان به دنبال او می روند، چون صدای او را می شناسند. گوسفندان دنبال غریبه نمی روند، بلکه از او فرار می کنند، چون با صدای غریبه ها آشنا نیستند. کسانی که این مثل را شنیدند، منظور عیسی را درک نکردند. پس برای ایشان توضیح داد و فرمود: مطمئن باشید که من آن دری هستم که گوسفندان از آن وارد می شوند. دیگران که پیش از من آمدند، همه دزد و راهزن بودند. به همین جهت گوسفندان واقعی به سخنان ایشان گوش ندادند. بلی، من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها نجات دهد. ولی کسی که مزدور است و شبان نیست، وقتی می بیند گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته فرار می کند. چون گوسفندان از آن او نیستند و او شبانشان نیست، آنگاه گرگ به گله می زند و گوسفندان را پراکنده می کند. مزدور می گریزد چون برای مزد کار می کند و به فکر گوسفندان نیست. من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می شناسم و آنها نیز مرا می شناسند. درست همانطور که پدرم مرا می شناسد و من او را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان فدا می کنم. من در عاقل‌های دیگر نیز گوسفندانی دارم. آنها را نیز باید بیاورم. آنگاه به صدای من توجه کرده، همه با هم یک گله خواهند شد و یک شبان خواهند داشت. پدرم مرا دوست دارد، چون من جانم را می دهم و باز پس می گیرم. کسی نمی تواند به زور مرا بکشد. من داوطلبانه جانم را فدا می کنم، چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهم جانم را بدهم و باز پس بگیرم. پدرم این اختیار را به من داده است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم.
خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنیم. آمین. دوست خوب من، میدونی چه چیزی یک ایماندار به عیسی مسیح را از کسی که به او ایمان نداره متمایز میکنه؟ در آیات کلیدی مطالعه امروز در کلام خدا که نقل قولی از عیسی مسیح هستند، دیدیم که او اشاره کرد که گوسفندانش او را میشناسند، صدای او را میشنوند و از او پیروی میکنند. عزیزان، عیسی مسیح از لغت گوسفند برای اشاره به ایماندار واقعی به خود استفاده کرده و خودش را شبان مهربان آن گوسفندان یا ایمانداران واقعی به خود معرفی نموده. حال سوال اینجاست که منظور عیسی مسیح از گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی به خود چه کسانی هستند؟ لطفاً به این قسمت از عرایض بنده توجه بفرمایید. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند او یگان فرزند خداست که فروتنانه بدن انسانی بر خود گرفت و به شکل انسان به این کره زمین آمد. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند عیسی مسیح خداوند در بدن انسانی ظاهر شده زندگی کاملا بیگناهی را به بشریت آموخت. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند عیسی مسیح با وجود اینکه خود هیچ گناهی مرتکب نشده بود، اما برای پرداخت تاوان گناهان بشر داوطلب شد تا فروتنانه آن تاوان را خود پرداخت کند. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند عیسی مسیح تاوان گناهان بشر را که مرگ بود داوطلبانه به جان خود خرید و به جای بشر گناهکار جان خود را بر روی صلیب فدیه نمود. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که به فداکاری عیسی مسیح به جای آنها بر روی صلیب ایمان دارند. گوسفندان یا همان ایمانداران واقعی به عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند عیسی مسیح تاوان گناهان آنها را یک بار برای همیشه بر روی صلیب کاملا پرداخت نموده و از غضب الهی خداوند نجات داده. گوسفندان و ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند چون عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد، حال هر که به او ایمان آورد اگرچه از نظر جسمی بمیرد، ولی آن شخص ایماندار به عیسی مسیح هرگز از نظر روحانی نخواهد مرد. و بالاخره گوسفندان و ایمانداران واقعی عیسی مسیح کسانی هستند که ایمان دارند از او حیات نوع ابدی دریافت نموده اند و تا ابدیت با او در بهشت به سر خواهند برد. پس به طور خیلی خلاصه، در این قسمت از کتاب مقدس منظور عیسی مسیح از گوسفندان ایماندارانی هستند که برای بخشش گناهانشان و نجات از غضب خداوند جانش را فدا نموده. و وقتی عیسی مسیح آنها را به ایمان آوردن به خود فراخوانده، با توبه از گناهانشان به او به عنوان خداوند، منجی و شبان مهربانشان ایمان آورده اند.
اما عزیزان، فراخوانی و شنیدن دعوت عیسی مسیح برای ایمان به او و دریافت نجات از وی تنها آغاز یک زندگی تازه با اوست. خواسته عیسی مسیح از هر ایماندار به خودش این هست که آن شخص ایماندار هر روز با او زندگی کنه تا در اون صورت عیسی مسیح بتونه اون شخص ایماندار به خودش را همچون شبانی دانا، توانا و دلسوز در طول زندگیش راهنمایی و هدایت کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 31 می‌فرماید: اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود. آمین. دوست خوب من، برای ما ایمانداران به عیسی مسیح بسیار ضروریه تا صدای او را به خوبی بشناسیم و از شنیدن هر صدای دیگری که در تضاد با اوست خودداری کنیم. عزیزان، صدای خداوند از طریق کلام شنیده میشه، کتاب مقدس ما مسیحیان. به همین دلیله که وقت گذاشتن برای گوش دادن به خداوند از طریق کلامش بسیار حیاتیه. همانطور که ما ذهن خودمون را با حقایق کلام خدا در کتاب مقدس پر می کنیم، روح القدس، روح مقدس خداوند که بعد از ایمانمان به عیسی مسیح در درون ماست، از آنها برای تعلیم، سرزنش، اصلاح و تربیت ما عادلانه استفاده می کنه. این نکته مهم را کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 به ما یاد میده. در این آیه می‌خوانیم: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید. آمین. عزیزان، هر تعلیمی را که ما میشنویم، هر حرفی را که از کسی میشنویم، باید همیشه اون را با کتاب مقدس مقایسه کنیم تا بتونیم بین حقیقت خداوند و منطق و فلسفه های انسانی تفاوت قائل بشیم. همونطور که به مرور زمان با صدای خداوند عیسی مسیح بیشتر آشنا میشیم، باید آماده باشیم تا برخی از ایده های از پیش تعیین شده خودمون را کنار بگذاریم تا بتونیم افکارمون را با کلام خدا و صدای عیسی مسیح هماهنگ کنیم. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 آیات 1 تا 18 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که امروزه در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنیم، صداهای بسیاری برای جلب توجه ما در رقابت هستند. اما برای برخورداری از یک زندگی پاک، موفق، پر آرامش و شادی که در اراده خدا هست، فقط زمانی حاصل میشه که ما به صدای چوپان مهربان خودمان عیسی مسیح گوش میکنیم و از خواسته های او از ما اطاعت. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو شبان خوب و دلسوزی برای من هستی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو همچون شبان مهربانی من را دوست داری و از من مراقبت می کنی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا تو در هستی، دری که به سوی بخشش گناهان من و نجاتم از جهنم گشوده می شود. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا تو مرا می شناسی و جان خودت را برای بخشش گناهان من و نجات من فدا نمودی. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا مشتاقی تا من تو را و صدای تو را بشناسم. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا توسط کلامت امروز با من صحبت می کنی و خودت را به من می شناسانی. خداوند عیسی مسیح، من به فداکاری بیمانندی که برای بخشش گناهان من به جای من بر روی صلیب انجام دادی ایمان می آورم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه قلب و زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا بتوانم تو را و صدای تو را به خوبی بشناسم و از صداهای دیگر موجود در این دنیا تشخیص بدهم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا نه تنها صدای تو را بشناسم، بلکه از خواسته های تو از من اطاعت کنم. خداوند عیسی مسیح، من مشتاقم تا شاگرد واقعی تو باشم. به من کمک کن تا همواره مطابق با خواسته تو از من زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. دوستت دارم عیسی.
دوست دارم عیسی.